بنیامین نتانیاهو در قدرت میماند. ماندن در مسند نخست وزیری برای پنجمین بار چه پیامدهایی برای اسرائیل و کشورهای منطقه دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. از همه شواهد چنین برمی آید که بنیامین نتانیاهو برای پنجمین بار نخست وزیر اسرائیل می شود. مردم اسرائیل بار دیگر به ثبات و امنیت نظامی و اقتصادی که آقای نتانیاهو برایشان ایجاد کرده رأی اعتماد دادند. هرچند اسرائیلی ها در بسیاری از بخش ها امنیت بیشتری دارند، اما کماکان از ایران و نفوذش بر همسایگان اسرائیل در هراسند. آقای نتانیاهو در حالی دوباره در رأس قدرت قرار می گیرد که یکی از نزدیکترین متحدانش سکاندار کاخ سفید است. وعده جنجالی آقای نتانیاهو درباره ضمیمه کردن شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن به خاک اسرائیل حالا بسیاری را نگران احتمال تشدید تنش بین اسرائیل و فلسطینی‌ها کرده. پیروزی بنیامین نتانیاهو اسرائیل و منطقه را به کدام سمت می‌برد؟ در این برنامه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با مهمانانمان فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین‌الملل از واشنگتن، کاملیا انتخابی فرد، نویسنده و تحلیلگر مسائل جهان عرب از دبی، فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استکهلم سوئد و اینجا در استودیو امیر طاهری روزنامه‌نگار. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه. آقای طاهری با شما شروع بکنیم. این پیروزی آقای نتانیاهو چقدر برای شما قابل پیش بینی بود؟ برای من کاملا قابل پیش بینی بود، برای اینکه شیوه انتخابات در اسرائیل شیوه مخصوصی هستش. شما با تعداد کمی آرا میتونین به کنست مجلس راه پیدا بکنین و این در نتیجه باعث شده که اسرائیل نتونه یک نظام دو حزبی شکل بده و سالهای سال فقط یه حزب سر کار بود، یعنی حزب کارگر، و حالا احزاب مختلفی هستن در صحنه و میتونن هر کدوم برای خودشون ساز خودشونو بزنن و به همین جهت ایجاد یک نیروی مخالف نیرومند جلوی آقای نتانیاهو کار دشواری بود. بقایای حزب کارگر در آخرین لحظات یک کوششی کردن در این زمینه ولی نتونستن موفق بشن که لااقل به توافق برسن بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس یک برنامه‌ای. در چه میدون باز بود برای آقای نتانیاهو و به طور کلی برای راست، جناح راست در اسرائیل که الان در تمام دنیا یا لااقل در کشورهای دموکراتیک این جناح راست و پوپولیست محبوبیت داره. آقای ترامپ، برکسیت در انگلستان، به زودی آقای مودی در هند انتخابات جدید خواهد داشت، بنابراین قابل پیش بینی بود. خانم روستایی، آقای نتانیاهو عملا رکورددار زمامداری اسرائیل شد، حتی رکورد دیوید بن‌گوریون بنیانگذار اسرائیل رو هم شکسته. علت موفقیت او به نظر شما چیه؟ ثبات و رشد اقتصادی مداوم و امنیت قابل توجه و ارتباطات دیپلماتیک فوق العاده زیاد، به علاوه در واقع همخوانی استثنایی با کاخ سفید، اینها همه فرمولی هستند که رمز موفقیت آقای بنیامین نتانیاهو که مشهور به بی بی هست رو تعریف میکنه و تضمین کرد. یک نکته مهم دیگری هم در تاریخ اسرائیل به نام نتانیاهو زده شد، ضرب شد، و اون این است که آقای نتانیاهو با دیپلماسی موفقی که داشت، از نظر من کمی شانتاژ، کمی دروغ پردازی توشه، اما در هر حال ایشون موفق بود. یک نکته‌ای که به نام ایشون زده شد و شاهکار دیپلماتیک اینه که ایشون در سیاست خارجی اسرائیل و اصلا در تعریف‌های امنیت ملی که از اسرائیل وجود داره، موضوع فلسطین رو، قضیه فلسطین رو به حاشیه راند و موضوعی به نام ایران و تهدید ایران و فعالیت هسته‌ای ایران رو به جای اون نشون. مهم نیست که ایران مهم هست یا نیست، اما برای هویتی به نام اسرائیل اینه که بزرگترین بحران تاریخی این کشور از اولویت حذف بشه و به اولویت دوم تبدیل بشه و کمتر در موردش صحبت بشه و اصلا کمتر دولت این کشور درگیر قضیه فلسطین بشه، این یک شاهکار دیپلماتیک بود که این رو باید به نام
نتانیاهو به حساب آورد و این موضوعات بسیار مهمیه که تاریخ اسرائیل من فکر میکنم بعد از بن گوریون احتمالا نام نتانیاهو رو هیچ موقع فراموش نخواهد کرد. خانم انتخابی فرد، با وجود تمام مسائلی که خانم روستایی بهش اشاره کردند، بنی گانتس و ائتلاف آبی و سفید با وجود اینکه حزب تازه تأسیسی هست، اون هم رکورد زد و تونست بیشترین کرسی ها رو به عنوان یک حزب تازه تأسیس به دست بیاره. علت اون چی بود به نظر شما؟ در اسرائیل هیچ فرقی نمیکنه که چه دولتی بر سر کار بیاد. مسئله امنیت و ثبات در اسرائیل مسئله مهمی هستش که هر دو حزب، حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو و سبز آبی، تونسته من راجبش تبلیغات زیادی رو بکنن. اما اون مهمترین نکته که باعث شد که آقای نتانیاهو برنده بشه و تعداد کرسی بیشتری رو در مجلس به دست بیارن، مسئله جمهوری اسلامی بود. مسئله تهدیدی که جمهوری اسلامی به طور دائم اسرائیل رو مخاطب قرار میده و دائم صحبت از این میکنن که اسرائیل رو میخوان از نقشه روزگار حذف بکنن. این باعث شد که حکومت راست و افراطی ها پشت آقای نتانیاهو قرار بگیرن و بتونن موقعیت برتری رو بهش در انتخابات بدن. مسئله بعدی هم مسئله آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ در چند ماه گذشته نه تنها سفارت آمریکا رو از به اورشلیم منتقل کرد و بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل خوند، بلکه درست یک هفته قبل از انتخابات اعلام کرد که حاکمیت اسرائیل رو به بلندی‌های جولان به رسمیت می‌شناسه، که باز هم یه امتیاز ویژه داد با آقای نتانیاهو در انتخابات. و مسئله بعدی هم این هستش که اعراب هم در شرایط فعلی، حتی حماس میخوام بگم، در وضعیتی هستن که دارن استقبال می‌کنن از حضور آقای نتانیاهو بر سر قدرت. درست دو هفته قبل از انتخابات حماس موشکی رو به تل‌آویو شلیک کرد که 120 کیلومتر رو در نوردید و به تل‌آویو خورد و سپر دفاعی اسرائیل هم کار نکرد. این باعث شد که یک احساس خطر و اضطراری در اسرائیل بر علیه فلسطینی ها ایجاد بشه که حماس رو چنان تهدید بزرگی قلمداد بکنن که به این وسیله حتی اعراب هم به این نتیجه برسن که در شرایط فعلی این ایران هستش که تهدید مشترک اسرائیل و عرب هست در منطقه. یعنی شما فکر میکنید که هدف حماس از اون حمله موشکی حمایت از نتانیاهو به نوعی در انتخابات بوده؟ بله، واقعا اینطور فکر میکنم. بلکه خیلی عجیب بود، نماینده های از مصر در همون وقت در تل‌آویو بودن، به سرعت به قاهره رفتن و مذاکرات رو انجام دادن که هیچ جنگی بین اسرائیل و بین حماس پیش نیومد، در حالی که ما میدونیم که چه عواقبی میتونست داشته باشه یه حمله‌ای که 120 کیلومتر موشک رو تونست به خاک تل‌آویو برسونه. به نظر میرسه که به خاطر اختلافات داخلی که بین حماس و بین فتح وجود داره، دیگه اون رویای تشکیل کشور فلسطین علی‌رغم اون چیزی که حتی کشورهای عربی بهش تاکید دارن، با اون مرکزیت بیت المقدس از بین رفته. و اگر فلسطینی بخواد تشکیل بشه در شرایط کنونی، اون فقط در همون منطقه غزه خواهد بود که حالا اگه فرصت باشه راجع به نقش مصر هم من صحبت کنم. خانم پزشک، شما هم فکر میکنید که آیا رویای تشکیل کشور فلسطین از بین رفته؟ من فکر میکنم خیلی وقته که این رویا از بین رفته. یعنی اگر که به روند دهه گذشته نگاه بکنیم، شرحک سازی امید از بین رفته بود و الان با توجه به اعلامی که آقای وعده انتخاباتی که آقای نتانیاهو داد در همین یکی دو روز قبل از انتخابات و گفت در شرایطی که اگر که پیروز بشه بخش های از شهرک های در قسمت های کرانه باختری که در اراضی اشغالی فلسطینی قرار دارن و بر اساس حقوق بین الملل عملا غیرقانونی به حساب میان و همیشه قرار بود اونها قسمتی از فلسطین مستقل باشن، اونها رو زمینه خاک اسرائیل خواهد کرد. بنابراین به نظر میاد که حتی در دیگه پنهان هم نیست این قصد آقای نتانیاهو و همینطور راست افراطی. من میخوام این اشاره بکنم در مورد موفقیت آقای نتانیاهو. 26 سال پیش دقیقاً توی ماه آوریل همین موقع ها آقای نتانیاهو یک کتابی رو منتشر کرد که عملا فقط مانیفست سیاسیش نبود، یه طرحی بود برای چشماندازی که برای اسرائیل میدید. و همه این نکاتی که الان بهش اشاره شد در مورد اینکه مسئله فلسطین رو از موزل مسئله جهانی به کنار بکشن و اسرائیل عملا دنیا رو وادار بکنن که اسرائیل رو به عنوان یک نیروی مستقل بپذیره، سیاست مستقل ایجاد بکنن و اقتصاد قوی داشته باشن و روابط خوب با سایر کشورها، علارغم حل نشدن مسئله فلسطین و اونها رو وادار بکنن که با کشور اسرائیلی به کنار بیان،
همه اونها رو 26 سال پیش شما در کتاب آقای نتانیاهو میخونید و در تمام طول سالهایی که مثلا صلح اسلو در جریان بود به این دیدگاه پایدار بود آقای نتانیاهو. من فکر میکنم که عملا راهی برای دو کشور فلسطینی و اسرائیلی مستقل وجود نداره و کسی که الان در کاخ سفید هم هست آقای ترامپ به نظر نمیاد که به این معتقد باشه که دو کشور مستقل فلسطینی به معنی استقلال واقعی یک کشور اون هم اعتقاد داشته باشه. آقای طارق خانم پزشک هم اشاره کردند به این گفته جنجالی نتانیاهو در جریان رقابت های انتخاباتی که قصد داره بخشای شهرک نشینان اشغالی رو زمینه خاک اسرائیل بکنه. آیا این به نظر شما فقط یک شعار انتخاباتی بود یا در عمل میخواد وارد بشه و اینکه چه تبعاتی داره اگر بخواد چنین کاری بکنه؟ نتانیاهو قبلا در این باره صحبت کرده بود و قبلا هم وعده داده بود، ولی در دو مورد موقعی که مجلس اسرائیل میخواست این کارو بکنه خودش جلوشو گرفت. بنابراین هیچ معلوم نیست که واقعا این کار انجام خواهد شد یا نه. در هر حال میدونید نتانیاهو یک سیاستمدار به اصطلاح اصالت عملیه، یه سیاستمدار ایدئولوژیک نیستش. به همین جهت می‌بینیم که تونسته با انواع و اقسام رهبران خارجی تماس و دوستی برقرار کنه. از یه طرف البته خب با ترامپ دوست شده، ولی با رهبران پوپولیست دیگه از فیلیپین گرفته تا هند تا مجارستان تا برزیل با همه اینا تونسته دوست بشه، در حالی که اسرائیل همیشه معشوق یا به اصطلاح کشور دلپذیر چپ بود در دنیا، یعنی نیروهای سوسیال دموکرات و چپگرا طرفدار اسرائیل بودند و اسرائیلی‌ها همیشه یکی از نایب رؤسای بین‌الملل سوسیالیست رو تایید می‌کردند. حالا به طور کلی رفته به طرف راست، ولی به هر حال اینا راست عملگرا هستند، یعنی شعارهایی میدن ولی در عمل مثل خود آقای ترامپ همیشه این شعارها یا توییت‌ها عملی نمیشه و نظام اسرائیل هم یه جوری است که نخست وزیر قدرت بی پایان نداره. از این گذشته آقای نتانیاهو با مسئله شخصی خودش روبرو است، الان تحت تعقیب به خاطر فساد. در ماه می آینده به زودی، یعنی همزمان با سالگرد استقلال اسرائیل، ایشون تحت تعقیب قضایی مستقیم قرار خواهد گرفت. آیا میتونه این مسئله رو ماسمالی بکنه یا نه؟ پیشنهادی که داده به احزاب کوچک راستگرا که شما بیان یه قانونی بگذارن که نخست وزیر نتونه تحت تعقیب قرار بگیره، منم در عوض بعد، یعنی خیلی مشکلات زیادی هست. بعد روابطش با خود آقای ترامپ به نظر من تلخ خواهد شد، برای اینکه ترامپ دنبال یک زد و بند و رتق و فتقی است به عنوان دیل آف ده سنچری یا معامله قرن، که وقت این جزئیاتش که تا حالا من تونستم بهش دسترسی داشته باشم باعث خواهد شد که اسرائیل امتیازات زیادی بده. و آیا نتانیاهو میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ یعنی الان در این لحظه نتانیاهو خیلی پیروز به نظر میرسه، خیلی محکم به نظر میرسه، ولی خطرات زیادی روبروی دولتش هست. خانم روستایی، پرونده های مالی که آقای طاهری بهش اشاره کردن، دست کم سه پرونده فساد مالی علیه آقای نتانیاهو در جریان، فکر میکنید که چه شد که علارغم این سه پرونده او تونست طرفدارانش رو قانع بکنه که دوباره بهش رأی بدن؟ و آیا فکر میکنید در نهایت ممکنه که باعث بشه که او نتونه این دوره نخست وزیریش رو به پایان ببره؟ خیلی بعید به نظر موضوع مهمتر اینه که دموکراسی اسرائیله. میدونید که در خاورمیانه ما و خیلی از دیگران، ما همیشه فکر میکردیم شاید مثلا مدل ترکیه مدل خوبی برای ایران باشه، این روندی که اردوغان قبل از این سالهای اخیر اجرا کرده بود، اما دیدیم که اردوغان هم به نتیجه نرسید. اما شما میبینید که سیستم اسرائیل واقعا یک سیستم کاملا شفاف سیاسی، رقابت احزاب، پارلمان، انتخابات، فقدان فساد، شمارش آرا، تمام اینها ترانسپرنت و کاملا شفافه. این سیستم به لحاظ سیاسی و به لحاظ معیارهای دموکراتیک واقعا عالیه. توی این مجموعه حتی اگر آقای نتانیاهو
با اتهامات جدیتری مواجه بشه، اگر کارش به دادگاه بشه و محکومیت دریافت کنه، اگر منظور شما اینه که اسرائیل دچار مشکلی خواهد شد، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در اسرائیل بارها اتفاق افتاد که اسرائیل درگیر جنگ بوده، اما در پارلمان، در کنس به نتیجه نرسیدن، با دولت به اختلاف افتادن، در وسط جنگ پارلمان منحل شده یا انتخابات برگزار شده بدون هیچ دردسری، دولت دوباره تشکیل شده و اوضاع روال عادی خودش رو پیدا کرده. بعید به نظر میرسه که آقای نتانیاهو چنین محکومیت رو دریافت کنه، به دلیل اینکه تاریخ اسرائیل میگوید که بعد از بن گوریون نتانیاهو قهرمان ملی این کشور هست. رکوردهایی که نتانیاهو داره، الحاق جولان و انتقال سفارت آمریکا به از تل آویو به بیت المقدس، اینها دو تا فرازهای تاریخی در تاریخ اسرائیل. اگر به صورتی ایشون توانایی رو داشته باشه، درها با کمپین و روندی که مدعی شده و با توجه به حمایتی هم که از کاخ سفید دریافت میکنه، اگر بتونه در ارتباط با الحاق کرانه باختری هم در واقع گامی برداره یا موضوع رو نزدیکتر بکنه به آن وعده هایی که داده، من فکر میکنم دست بنیامین نتانیاهو رو انقدر سنگین میکنه که خیلی بعید به نظر میرسه که چنین محکومیتی رو دریافت کنه. اگر هم دریافت کنه، در حال حاضر اسرائیل یک رئیس جمهور زندانی داره و در اسرائیل من معتقد هستم آب از آب تکان نخواهد خورد. این سیستم کار خودش رو داره میکنه، کار خودش رو انجام میده با نتانیاهو و بدون نتانیاهو. این است که امنیت اسرائیل رو تامین میکنه، که این سیستم خیلی دقیق کار میکنه و فشارها نمیتواند کارکرد سیستماتیک رو تحت تاثیر قرار بده یا اخلالی درش ایجاد بکنه. خانم انتخابی فرد، حزب، یکی از سخنگوهای حزب آبی و سفید دیروز گفتش که بله، ما اپوزیسیون آقای نتانیاهو خواهیم بود، ولی برای او جهنمی درست خواهیم کرد. آیا فکر می‌کنید که اینطوری که خانم روستایی میگن آب از آب تکون نخواهد خورد، یا اینکه اپوزیسیون واقعا توان این رو خواهد داشت که کار رو برای آقای نتانیاهو سخت بکنه؟ منم فکر نمی‌کنم که اپوزیسیون بتونه کار آقای نتانیاهو رو سخت بکنه، چون شرایط داخلی در خود اسرائیل هم به اون شکلی داره جلو میره که همه دارن از راست افراطی حمایت میکنن. مسئله اسرائیل و مشکل اسرائیل و فلسطینی‌ها اگر در دوره زمامداری آقای نتانیاهو بتونه حل و فصل بشه با اون شیوهی که اسرائیل‌ها خواستار اون هستن، از آقای نتانیاهو در سالهای آتی میتونه یک قهرمان بسازه. و من فکر میکنم که رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو هم در یکی دو سال آینده خیلی بهتر از اون چیزی که هست خواهد بود. حمایتی که آقای ترامپ کرد از آقای نتانیاهو در موارد مختلف قبل از انتخابات یک برگ برنده پیروزی رو به اون داد، و به نظر میرسه که این همون سرمایه گذاری هستش که آقای ترامپ برای حمایت از لابی های اسرائیلی برای انتخابات سال 2020 در آمریکا برای خودش داره میکنه، و این باعث نمیشه که رابطه دو کشور خراب بشه و اون طرح قرن هم مورد حمایت همه گروه های اسرائیلی خواهد بود. اون چیزی هم که من شنیدم در مورد طرحی که کشنر داره روش کار میکنه، احتمالاً مصر موافقت میکنه که یک بخشی از صحرای سینا رو الحاق بکنه به غزه. مشکلات زیادی رو مصر در چند سال اخیر اونجا داشته، گروه های تروریستی در اونجا فعال هستن و دادن یک بخشی از صحرای سینا باعث میشه که مقداری تراکم غزه زیاد بشه و اون کشور فلسطینی بتونه اونجا شکل بگیره، کشوری که نیروی نظامی نخواهد داشت اونجوری که آقای نتانیاهو میخواد بگه. و اما در مورد کرانه باختری هم همینطور، گروه های مختلف در داخل اسرائیل حمایت میکنند از الحاق بخش اشغالی، نه تمامی کرانه باختری، و یه بخش هم احتمالاً کشور اردن هست که ضمیمه میکنه به اون منطقه که فلسطینی هایی که به عنوان مهاجر در اون شرایط در نوار باختری رود اردن بودن بتونن همه به عنوان شهروند اردنی به رسمیت شناخته بشن. تلاش هایی هم میشنوم که در لبنان حتی در جریان هست، در بین فلسطینی هایی که در کمپ های آوارگاه هستند و دارای جواز سفری هستند که فلسطینیه اما توسط لبنان صادر شده، از دولت لبنان دارن میخوان، یعنی ایالات متحده داره فشار میاره که به این افراد هم شهروندی کشور لبنان داده بشه. شرایط فعلی اون شرایطی هستش که کشورهای عربی هم دارن از اون حمایت میکنن و خواستشون رو تنازل دادن از ایجاد یک کشوری که قدس پایتخت اون باشه. درسته که در مطبوعات و یا در جرایت میشنویم که حمایت میکنن، اما این رهبران جوان کشورهای عرب الان به نفع خودشون میبینن که
از تهدید اصلی رو ایران قلمداد بکنن. حالا به خاطر مداخله ایران در منطقه و اسرائیل هم از این فرصت داره بهره برداری خوبی رو میکنه. سه روز پیش در اجلاس اقتصادی که در اردن برگزار شد، وزیر خارجه عمان اومد گفت وقت اون رسیده که 400 میلیون عرب بخوان رابطه خودشون رو با اسرائیل عادی بکنن و اسرائیل دیگه در منطقه احساس غریبی و احساس تنها بودن نکنه. همه اینها داره دست به دست هم میده که متاسفانه به خاطر حمایتی که ایران از گروه‌های تندرو کرده بوده در منطقه و دخالتایی که در کشورها داشته، همه فکر بکنن که وقت اون رسیده که یک فلسطینی تشکیل بشه که حتی اگر که پایتختش بیت المقدس نباشه و اون تهدید است رو ایران ببیند. به همین دلیل هر گروهی در اسرائیل به نظر من از راست افراطی گرفته تا میانه رو تا گروه‌های چپ حمایت می‌کنن از این که در نهایت مشکلشون رو بتونن با فلسطینی‌ها حل بکنن و کشورشون به یک ثبات و یک امنیتی برسه که در از سال 1948 که این کشور تشکیل شده همچنان فراز و نشیب‌های بسیاری داشته. خانم پزشک، شنیدیم در صحبت‌های خانم انتخابی فرد که به نظر میاد که شاید عده‌ای در حال عقب نشینی از مواضع قبلیشون هستند، اما ایران کماکان بر موضعش در قبال مسئله فلسطین پافشاری میکنه. همزمان تحریم سپاه پاسداران ایران داشتیم که آقای نتانیاهو در توییترش به نوعی گفتش که پیشنهاد او بوده به دونالد ترامپ. فکر میکنید که با ادامه زمامداری آقای نتانیاهو رابطه ایران و اسرائیل به سمت تندتر شدن بره؟ 100%. یعنی همونطوری که قبلا هم بهش اشاره شد توی صحبت‌ها، آقای نتانیاهو عملا تونسته مسئله ایران رو جایگزین بکنه با مسئله فلسطین و الان موضوع ایران در منطقه خاورمیانه به یک دغدغه جهانی بدل شده. تو شرایط اینکه 10 سال پیش 15 سال پیش مسئله اسرائیل بود که دغدغه جهانی بود و خب قبلا اتحادیه اروپا برای مثال نفوذ بیشتری داشت و الان درگیر مسائل دیگه مثل برگزیت هستش و فشار چندانی به اسرائیل نمیاره و آقای نتانیاهو از این حربه استفاده کرده تا هم داخل رو متحد بکنه علیه نیروهای چپگرا و احزاب میانه روی چپ و همینطور که اشاره شد با همکاری که با آقای ترامپ در کاخ سفید داره فشار رو بر ایران بیشتر و بیشتر بکنه. به نظر نمیرسه که بخواد کوتاه بیاد. من فکر میکنم که اتفاقا ادامه خواهد داد. در سوریه احتمالا تنش‌ها با نیروهای ایرانی کماکان رو به افزایش بگذاره، فشار بیاره و فکر میکنم آقای نتانیاهو در تمام طول این سالها تلاش کرده که یک رویارویی بین ایالات متحده و ایران ایجاد بکنه که خود اسرائیل وارد نشه ولی ایالات متحده درگیر یک رویارویی نظامی با ایران بشه. در دوره آقای اوباما حتی این اتفاق افتاد که بارها پیام‌هایی از طرف واشنگتن به تل آویو رفت که به هیچ عنوان ایالات متحده حامی همچین گزینه‌ای نبود، ولی الان با حضور آقای ترامپ، افرادی در کابینه آقای ترامپ مثل آقای بولتون، مثل آقای پومپئو که خودشون از گروه‌های راست افراطی هستند و عقایدشون به عقاید آقای نتانیاهو نزدیک‌تره، آقای نتانیاهو فکر می‌کنم بیشترین بهره برداری رو بخواد بکنه که تمام فشار ممکنی که بتونه بیاره رو بیاره، حتی اگر باشه روی کوتاه نظامی، چون بعد از اینکه آقای ترامپ از کاخ سفید خارج بشه احتمال این هست که هر کسی که وارد بشه اون موازی که الان آقای ترامپ داره رو نداشته باشه و این یک فرصت استثنایی است برای آقای نتانیاهو که بتونه وضعیت اسرائیل رو تثبیت بیشتری بکنه و عملا اون چیزی که به عنوان بازدارنده آقای نتانیاهو بهش معتقده و میگه تنها شرایط صلح پایدار در خاورمیانه اون بازدارندگی اسرائیل هستش بتونه بیشتر و بیشتر اون رو تثبیت بکنه. آقای طاهری، اشاره کردن خانم پزشک، سوریه در سالهای گذشته عرصه رویارویی غیر مستقیم ایران و اسرائیل بوده. الان با تحریم سپاه پاسداران فکر میکنید که آیا این رویارویی ممکنه به مرحله جدی تری برسه؟ مرحله جدی تر اگه منظورتون یه برخورد نظامی است، نه، به اون مرحله نمیرسه، برای که جمهوری اسلامی امکانات نظامی نداره و همینجور که دیدین در این یکی دو سال اخیر اسرائیل بارها به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده و جمهوری اسلامی نتونسته هیچ عکس العملی نشون بده، که البته این واضح است برای اینکه نیروهایی که جمهوری اسلامی در سوریه داره دارای پوشش هوایی نیستند، مثل به قول انگلیس ها مرغابی هایی هستند که راحت میشه با تیر زدشون، ولی در این حال خود اسرائیل هم نمیخواد از یه حدی فراتر بره در رویارویش با
جمهوری اسلامی، برای اینکه بسیاری از رهبران اسرائیل، آقای نتانیاهو تنها رهبر اسرائیل نیست، یعنی اون گروه زبدگان یا الیت رهبری اسرائیل عقیده دارند که ایران در کوتاه مدت ممکنه دشمن اسرائیل باشه، ولی در میان مدت و دراز مدت متفق طبیعی اسرائیل است. برای اینکه نه ایران و نه اسرائیل نمیخوان که خاورمیانه زیر نفوذ سنی ها قرار بگیره از نظر ایران یا پان عربیستا از نظر اسرائیل، بنابراین منافع مشترک دارن در دراز مدت و به خاطر کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه که بیشتر هم جنبه تبلیغاتی داره، چون این جمهوری اسلامی از 2006 به بعد در واقع حزب الله رو هم مهار کرده، بعد از پادرمیونی فرانسوی ها و اقدام خاصی علیه اسرائیل نکرده خارج از تبلیغات. در این حال همونجور که شرکت کنندگان دیگه خانم روستا مثلا اشاره کردند، ایران کمک کرده که مسئله فلسطین در درجه دوم اهمیت قرار بگیره، دیگه کسی راجبش صحبت نمی کنه و اینم خب به نفع اسرائیل است. یعنی ایران و اسرائیل علارغم دشمنی تبلیغاتی ظاهری که با هم دارن، منافع مشترک دراز مدت هم دارن و هر دو طرف دارن سعی میکنن که یه جوری عمل بکنن که کارشون به رویارویی مستقیم نکشه و به نظر من نخواهد کشید. البته اعراب به اسرائیل میگن تو برو ایرانو بزن برای ما که ما راحت بشیم ازش، اسرائیل هم به عربا میگه شما برین ایرانو بزنین برای که من راحت بشم، ولی به نظر من از این فراتر نخواهیم رفت. الان در یه وضعی هستیم که یک وضع موجودی یا استاتوس کوی به قول لاتینا به وجود اومده که اسرائیل درش نفت داره، برای که امنیتش تأمین شده، حملاتی که به اسرائیل میشد دیگه انجام نشده در این چند سال اخیر، وضع اقتصادی اسرائیل خوبه، روابط اسرائیل با عرب در حال پیشرفته، الان بهترین موقعیت برای اسرائیل. برای جمهوری اسلامی هم الان وضع کنونی خوب هست، برای اینکه تبلیغاتش رو میتونه بکنه، ولی در این حال کسی هم کار خاصی علیش نمیکنه خارج از تبلیغات و این مشروعیتی رو که جمهوری اسلامی برای خودش، ایران در عمل هزینه زیادی هم داره میده بابت دشمنیش با اسرائیل. بله، ولی خب خودش سرمایه گذاری میکنه در این کار، یعنی کسی مجبورش نکرده، نیش که ماموریت خاصی به جمهوری اسلامی نداده که با اسرائیل مبارزه بکنه و با اسرائیل هم مبارزه هم نمیکنه خارج از تبلیغات و اینه. یعنی میدین سالهای گذشته البته حمله به مراکز یهودی ها در آرژانتین بوده، به توریست های اسرائیلی در بلغارستان و غیره میده، ولی حملاتی که حزب الله میکرد، ولی همه اینا ساکت شده. در حال حاضر دو طرف یه جنگ تبلیغاتی دارن و هر دو از این جنگ تبلیغاتی استفاده کردن، یه مقدار زیادی برای فریب دادن آمریکایی‌ها و یه مقداری هم برای فریب دادن عرب. بله. خانم روستایی، شما هم معتقدید که منافع مشترکی هست بین ایران و اسرائیل؟ من خیلی موافق این تئوری نیستم، به این لحاظ که در حال آقای نتانیاهو بدون هزینه و بدون زمینه بنیامین نتانیاهو نشد. نتانیاهو نماینده اون الیتی هست که معتقد هستند که در این منطقه اگر ایران قدرتمند، مستقل و دموکرات وجود داشته باشه، این ایران نماد دموکراسی در منطقه خاورمیانه خواهد شد. این یه فرضیه است. اون موقع اسرائیل در حاشیه قرار میگیره. در واقع علم کردن لولوی ایران و لولوی جمهوری اسلامی این ابزاری بوده و ادواتی بوده که اسرائیل ازش حد اکثر بهره رو برده برای اینکه بتونه حد اکثر کمک و تسلیحات رو از آمریکا دریافت کنه. اگر خاطرتون باشه در جریان جنگ عراق صدام حسین تونست یک دو تا موشک به اسرائیل شلیک کنه، به تل آویو شلیک کنه. خیلی عادی بود، همه پیشنهاد پیش بینی می‌کردن که به زودی اسرائیل هم عراق رو خواهد زد، اما چنین اتفاق نیفتاد به دلیل اینکه اسرائیل از چنین حمله ای استفاده بهینه کرد و در واقع سلاح‌هایی رو که آمریکا مدت‌ها به اسرائیل نمی‌داد به این بهانه که اسرائیل در معرض تهدید هست از اسرائیل گرفت. من معتقد هستم اینی که ایران یک تهدید برای اسرائیل، هر ایرانی، این یک دکتورینه، این یک فرضیه نیست. بسیاری از در اسرائیل به این معتقد هستن که ایران رو میشه ازش خیلی بهره برد. بزرگترین بهره رو هم از ایران بنیامین نتانیاهو برد و تجربه از خودش باقی گذاشت. همینقدر که با این ایران، با نام ایران، با بهانه تهدید ایران، با بهانه اینکه ایران 3 ماه دیگه بمب میسازه، 6 ماه دیگه بمب میسازه، تونستن که ایران رو انقدر بزرگ کنن که فایل فلسطینی ها رو زمین بگذارن یا اصلا موضوع فلسطینی ها به فراموشی
چی سپرده میشه، نشون میده که موضوعی به نام ایران موضوعی نیست که در اسرائیل قصد داشته باشن باهاش کنار بیان. این ایران حتی اگر دموکرات هم باشه، حتی اگر تغییر رژیم هم باشه احتمالاً و سیستم سالمی هم درش باشه، این نگرانی در اسرائیل وجود داره که در این منطقه دو تا قطب قدرت نمیتوانند حضور داشته باشند. میدونید که یه تحلیل کلی در تحلیل سنتی آقای کیسینجر بود در مورد خاورمیانه میداد و میگفت که سه پایه خاورمیانه رو تشکیل میدن، اون اسرائیل هست، ایران هست و عربستان سعودی. عربستان سعودی رو که همه میدونن یه سیستم تقریبا سعودی است، اما واقعیت ایران 80 میلیونی ثروتمند که تقریبا سومی یا چهارم منابع انرژی دهه آینده رو داره و سیستم سالم اسرائیل، این دو تا قطب به شدت با هم رقابت خواهند داشت و بعید به نظر میرسه که اینها بتونن با هم دیگه کنار بیان. اون کینه هم که به لحاظ ایدئولوژیک در ایران وجود داره، کینه بسیار غیر منطقی و غیر اصولی که علیه اسرائیل وجود داره و در واقع میراث روحانیتی است که در لبنان بوده و در حوزه ها هست، این هم موضوعی نیست که در ایران به راحتی کنار گذاشته بشه. در نتیجه پرونده درگیری ذهنی و فضای ایران و اسرائیل باز خواهد ماند به احتمال زیاد و این میتواند عواقب عینی هم داشته باشه، کمان که الان ما شاهدش هستیم. خانم انتخابی فرد، خانم روستایی در بخشش گفتن که ایران عملا برای اسرائیل شاید یک لولو بوده. شما واقعا فکر می‌کنید که بیشتر بزرگ نمایی کرده اسرائیل خطر ایران رو، یا اینکه واقعا خطر جدی احساس کرده از جانب ایران؟ برای اسرائیل هر کشوری در منطقه که بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا تلاشی برای یافتن سلاح هسته‌ای داشته باشه یک خطر بزرگ و بالقوه است. قبلا عراق در دوره صدام حسین مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و بعد سوریه رو مورد حمله قرار دادن و ایران مورد حمله قرار نگرفته، برای اینکه وضعیت ایران با اون دو کشور دیگه فرق میکنه. اما تلاش های اسرائیل برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران، مذاکرات هسته‌ای و بعد از اون به هم خوردن برجام که به صراحت نتانیاهو گفتش که از آقای ترامپ خواسته بوده که از برجام خارج بشه و دیدیم که چه مشکلاتی پیش اومده در دو سال گذشته، همه نشون میده که برای اسرائیل موجودیت اسرائیل، امنیت این کشور و اینکه کشور دیگه‌ای در منطقه به بمب هسته‌ای دسترسی نداشته باشه یه اولویت بزرگ هست. مشکل فقط هسته‌ای خانم انتخابی فرد، یا اینکه خانم روستایی معتقدن که اصلا میزان قدرت و توان استراتژیک ایران هم ایجاد خطر میکنه برای اسرائیل؟ ایران میتونه برای اسرائیل خطری نباشه اگر که ایران نیروهای خودش از سوریه خارج بکنه و از نزدیکی مرزهای اسرائیل خارج بشه. قبل از این ما مشکلی اسرائیل و ایران فقط همدیگر رو تهدید میکردن، ولی از زمانی که اسرائیل احساس کرد که ایران خطری هست برای مرزهای اسرائیل در لبنان و در سوریه، دیدیم که به موازه ایرانی ها حمله کرده، اما این حمله رو نزدیک به خاک ایران نیاورده و این حمله رو به جاهای دیگه سرایت نداده تا اونجایی که در داخل یک کشور مستقل ایرانی ها بخواهند در نزدیکی که مرز اسرائیل فعالیت نظامی داشته باشن، و این فعالیت هم می‌بینیم که شدت و ضعف داره. برای مثال وقتی به زاغه‌های ایرانی حمله میشه که اسرائیل‌ها تشخیص میدن که موشک‌های بلندبرد یا کارخانه‌های ساخت موشک در اونجا مستقر شده، اگر فقط بحث نیروهای کارشناسی ایرانی باشه، نیروهایی که از لحاظ نظامی نتونن امنیت اسرائیل رو مورد آسیب قرار بدن، من فکر میکنم که موقعیت ایران و اسرائیل تغییر میکنه. اما از طرف دیگه هم تحریک کشورهای عرب هم هست. برای مثال در یمن میبینیم که موشکهایی رو حوثی‌ها استفاده میکنن که 2000 کیلومتر میتونه برد داشته باشه و خاک عربستان سعودی رو هدف قرار بده. در دست گرفتن موشکها توسط گروههای شبه نظامی که تروریستی خوانده میشوند و اونها میتونن کشورهای دیگه رو که دولت‌های مستقر اونها از لحاظ سازمان ملل کشورهای پذیرفته شده و شناخته شده هستند رو هدف قرار بدن، این اون مشکل بزرگ در منطقه هستش که تا ایران نخواد تغییر بده سیاست خودش رو برای ضربه زدن به منافع دیگر کشورها، میتونه ادامه داشته باشه و اسرائیل هم کشورهای عرب بتونن حامی بالقوه خودشون بدونن، ولی اینکه در دراز مدت منافع مشترکی رو نخوان داشته باشه، همونطور که آقای طاهری فرمودن در مورد اینکه کشورهای سنی بخوان قدرت بگیرن و لاغر. اما یه هدف دیگه هم ایالات متحده داره تعقیب میکنه و اون ایجاد اصلاحات در کشورهای عربی هست. آمدن رفرم یا همون اصلاحات و تغییر ساختاری داخل حکومت ها باعث میشه که کم کم این کشورها هم از بنیادگرایی و افراطی بودنی که داخلشون حزب‌های مختلف دارن فاصله بگیرن و خاورمیانه یک روند رو طی بکنه که حالا نه در آینده نزدیک اما در آینده دور حتی میتونیم بگیم که از ایران میتونن پیشی بگیرن.
اگر این استراتژی موفقی باشه، این ایران هستش که در منطقه واقعا ایزوله میشه. طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی یکی از اون تلاش‌های هستش که الان برای ایران مخاطره جدی رو در کل منطقه ایجاد میکنه. حتی چنانچه که حزب الله لبنان بخواد متهم بشه که با عوامل سپاه پاسداران در لبنان ارتباط مالی و یا ارتباط نظامی داشته، خود حزب الله لبنان هم میتونه مورد تحریم های ایالات متحده و کشورهای بین المللی قرار بگیره. اما در نهایت من فکر میکنم که مسئله منطقه، مسئله سوریه و مسئله لبنان، اینا هم فقط اینطور نیستش که ایالات متحده بخواد پشتیبانی بکنه از اسرائیل. ما حتی داریم میبینیم که روسیه هم در مورد سوریه حمایت داره میکنه از موزه و منافع اسرائیل در این کشور، و دیدیم که آقای پوتین دو هفته قبل بقایای جنازه یکی از افسران اسرائیلی رو که در سوریه مونده بود رو به نتانیاهو برگردون. اینه که یک ائتلاف جهانی وجود داره برای اینکه واقعا بخوان ایران رو در منطقه محدود بکنن. خانم پزشکی، فکر میکنید که این ائتلاف جهانی میتونه موفق بشه برای محدود کردن ایران در منطقه؟ اجازه بده من در مورد این بحث صحبتی بکنم. من با خانم روستایی بیشتر موافق هستم. من فکر میکنم که اسرائیل از ایران به عنوان یک لولو استفاده کرده برای اینکه منافع خودش رو پیش ببره. موافقه نیستم که مسئله هسته‌ای ایران تنها محل اختلاف هست. اسرائیل خودش سلاح هسته‌ای داره، سلاح‌های پیشرفته زیادی داره و خیلی خوب میتونه از خودش دفاع بکنه. سلاح‌های هسته‌ای حتی اگر ایران میخواست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چیزی که همواره اونها تکذیب کردن و همینطور در سالهای گذشته بازرسی‌های سازمان ملل، بازرسی‌های آژانس هسته‌ای، همین‌ها نشون داده که این قصد صحیح نیست. ایران به این سمت هنوز پیش نرفته و اینها ادعاهایی هست که اسرائیل سال 1980 هم اگه روزنامه‌هاشون رو نگاه کنین این بحث رو مطرح کرده بودن و ایران رو عملاً به عنوان یک لولویی در خاورمیانه نشون دادن که بتونن مسئله فلسطین و مسائل داخلی اسرائیل رو پنهان بکنن. در نظر داشته باشین که اگر مسائل اول مسئله عراق بود، اگر یادتون باشه آقای نتانیاهو در مورد مسئله قبل از جنگ حمله امریکا به عراق همین حرفا رو در مورد عراق هم میزد، الان انعطاف داره به سمت ایران. به این دلیل که اگر که مسائل دیگه در خاورمیانه مطرح نباشه، نگاه ها به اسرائیل و معطوف میشه و اینکه در خود اسرائیل نظامی که حاکم هست علارغم اینکه به نظر میاد دموکراتیکه، اعراب اسرائیلی عملا شهروندان درجه دو به حساب میان. مسائل بسیار زیادی هست که باید باهاشون به پاسخگوی جامعه بین الملل باشه. طرحی که الان به عنوان پیشنهاد صلح مطرح میشه ایرادات زیادی داره و اون چیزی نیستش که در 5 سال گذشته حتی میشد اون رو مطرح کرد در جامعه بین الملل. بنابراین من فکر میکنم این مسئله این که قرار باشه که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه و ایران تمام مشکلات منطقه هست، من نمیدونم این چقدر دقیق باشه. این که آیا ایران ایزوله خواهد شد در منطقه اگر کاخ سفید این سیاستی رو که داره ادامه بده و با توجه به اینکه سیاست ایران در منطقه تنش‌زا بوده، ایران نتونسته با همسایگان خودش روابط خوبی رو ایجاد بکنه و عملا اونها رو سوق داده به سمت اینکه متحد اسرائیل بشن و در منطقه تنها باشن، اینها درست هستش. ولی این به این معنا نیستش که اسرائیل و اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه است. این به این معنا نیستش که اسرائیل در منطقه مشکل سان نبوده و اینکه اگر که ایران ایزوله بشه و اگر که ایران تغییر بکنه مسائل دیگه در خاورمیانه حل خواهد شد. من با این دیدگاه کاملا مخالفم. آقای طاهری، درباره چی؟ دیدگاه خانم پزشک رو شنیدید که معتقدن که اگر که ایران ایزوله بشه لزوماً مسائل منطقه حل نمیشه. اون چیزی که در واقع آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دنبالشن لزوماً باعث حل مسئله خاورمیانه نخواهد شد. بله، ببینید، ما دو تا ایران داریم. یکی ایران به اسم جمهوری اسلامی، یکی هم ایران به عنوان یک ملت کشور 80 و چند میلیونی با امکانات فوق‌العاده، با واقعا ذخایر طبیعی بسیار و بزرگترین بازار جهانی که هنوز از بازار کلی جهان بیرون مونده. یعنی این دوتا ایران با هم فرق دارن. اسرائیلی ها تا اونجایی که من میدونم و در سفرهایی که به اسرائیل کردم با صحبت با رهبرانشون از رئیس جمهوری و وزرا و نمایندگان مجلس و روشنفکران کاملا متوجه این هستند که بین این دو تا ایران بایستی تفاوت قائل شد. اون ایران ملت کشور دوست و متفق بالقوه اسرائیل هست، نباید اونو تبدیل کرد به دشمن دراز مدت. ایران کوتاه مدت هم یعنی جمهوری اسلامی به هر حال میدونی که چیز ابدی نخواهد بود،
جمهوری اسلامی در کوتاه مدت برخلاف میل خودش خیلی به اسرائیل کمک کرده که در اینجا صحبتش کردیم، برای اینکه باعث شد واقعا اسرائیل چندین سال از امنیت و پیشرفت اقتصادی بهره‌مند بشه و مسئله فلسطین به طور کلی حذف بشه و بسیار کشورهای دیگه دنیا که حاضر نبودن با اسرائیل رابطه برقرار کنن باهاش رابطه برقرار کنن، به خصوص کشورهای عرب. بنابراین این تعادل رو هیچ وقت نباید در تجزیه تحلیلامون فراموش بکنیم که اون چیزی که الان به نظر میاد با اون چیزی که فردا به نظر خواهد اومد متفاوت خواهد بود. من فکر می‌کنم نتانیاهو با وجودی که یک رهبر غیر متعارف اسرائیل است، برای که می‌دونید بیشتر دید آمریکایی داره، در آمریکا بزرگ شده، بقیه رهبران اسرائیل رهبران محلی بودن، اطراف خودشون رو خوب میشناختن، اعراب رو میشناختن، ایرانی ها رو میشناختن و غیره، ولی با این حال نتانیاهو هم در چارچوب این رهبری کلی یا این گروه زبدگان یا الیت اسرائیل نمیتونه این مسئله رو فراموش بکنه که هر اتفاقی رخ بیفته یه ایرانی وجود خواهد داشت و این ایران نمیتونه دشمن دراز مدت اسرائیل باشه، برای که اگر این ایران دشمن دراز مدت اسرائیل باشه، اسرائیل آینده‌ای نداره. بنابراین باید این ایران به هر شکلی که در آینده خواهد بود این منافع مشترکی رو که با اسرائیل داره بشناسه و دو کشور بتونن با هم همکاری بکنن و به طور کلی گرایش کلی در خاورمیانه به نظران به طرف باز شدن این جوامع هست، به طرف اصلاحات هست، به طرف تغییر هست. یعنی جمهوری اسلامی یک پدیده گذراست الان، همزمان با رویکرد فعلی رهبرای جمهوری اسلامی عملا ممکن نیست. نه، بله، به نظر من بدون تغییر رژیم در ایران هیچ کاری نمیشه کرد، ولی یه موضوع جداگونه است. در حال حاضر جمهوری اسلامی یک وصله ناجوری است تو منطقه، یا بایستی موفق بشه تمام منطقه رو مثل خودش بکنه یا باید خودش مثل بقیه منطقه بشه. و معمولا دیدیم که کشورهایی که سعی میکنن تمام منطقه خودشون رو تبدیل به خودشون بکنن موفق نمیشن، از آلمان نازی گرفته تا نمیدونم آقای میلوسویچ در صربستان، سرانجام اینا همه تبدیل میشن به همون چیزی که در منطقه است. الان در منطقه ما هم جمهوری اسلامی موفق نشده که انقلابش رو به هیچ جا صادر بکنه، یعنی در بعد از 40 سال حتی یک کشور هم این مدل رو نپذیرفته، در حالی که اصلا 40 سال بعد از انقلاب روسیه خیلی کشورها کمونیست شده بودن، 40 سال بعد از انقلاب فرانسه خیلی کشورها کد ناپولئونی رو قبول کرده بودن، ارزش‌های انقلاب فرانسه. در اینجا در انقلاب اسلامی هیچ کس قبولش نکرد. البته می‌دونید کسایی که جمهوری اسلامی اجاره کرده مثل حزب الله و اینا که اون فرق داره، ولی از نظر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شکست خورده، از نظر سیاسی هم شکست خورده، دور خودش میچرخه، نمیدونه چیکار بکنه. اسرائیل میدونه که این بهترین وضع هست براش. بله، خانم روستایی، دونالد ترامپ در پیام تبریکش به آقای نتانیاهو گفتش که انتخاب دوباره او قدم مثبتی برای صلح. شما نظرتون چیه؟ این صلح البته در چارچوب فکری آقای دونالد ترامپ هست. اگر در اطراف اسرائیل صحبت از صلح می شود، اینه که باید یک کاری کرد در ارتباط با فلسطینی ها. اسرائیلی ها که مشکلی ندارن، که رشد اقتصادیشون رو دارن، امنیتشون رو دارن، ارتباطاتشون با اعراب هم دارن گسترش میدن. در اطراف اسرائیل هم که در واقع چاله ها و بحران های زیادی وجود داره، اگر موضوعی به نام صلح وجود داره، اینه که یک اتفاقی بیفته، آوارگان بتونن به نزدیکی های خونه خودشون برن. اون روی جولان شاید میشد تجدید نظری کرد، اینکه کرانه باختری الحاق به اسرائیل نشه و در واقع این درگیری ها ادامه پیدا نکنه. شاید بشه دو دولت و یک دولت فلسطینی به ترتیبی شکل بگیره. چون هیچ کدوم از اینها وجود نداره، من بعید میدونم آن چیزی که اسمش صلح هست اتفاق بیفته. مثلا یک توضیح دیگه هم باید داد که صلح اینجا یعنی چه. در حال حاضر اگر شما مطرح میکنید که آیا تلاشی برای رسیدن به صلح وجود داره، اگر یک طرفش رو اسرائیلی بگیرید، طرف دومش رو هم فلسطینی ها در نظر بگیرید، ببینید حدود 50-60 سال از بحران فلسطین گذشته، نسل فلسطینی ها پیر شدن، ناتوان شدن، توان اقتصادشون رو از دست دادن، جوانانشون مهاجرت کردن،
اونهایی که موندن دیگه عشق وطن و عشق ضد اسرائیلی و ضد یهودی ندارن و در واقع درگیر زندگی هستن. پرونده فلسطین امروز 2019 با پرونده مثلا فلسطین تا 1999 یا سال 2000 کاملا متفاوته. پتانسیلی برای اینکه یک اتفاقی بیفته، فلسطینی‌ها به جایی برسن که من و شما اسمشو صلح بگذاریم، وجود نداره. و اعراب هم توان اینکه فرصت ایجاد کنن و پتانسیلی ایجاد بکنن ندارن. جامعه جهانی هم حوصله‌اش سر رفته از قضیه فلسطین. جامعه جهانی هم اراده‌ای نداره برای اینکه یا اسرائیلی‌ها رو مجبور کنن و یا یه جورهای اعراب رو جمع بکنن تا پدیده‌ای به نام صلح شکل بگیره که مقدمش دادن امتیاز به فلسطینی‌هاست. من فکر می‌کنم همه اینا موضوعاتیه که در واقع میگه که این پیام آقای نتانیاهو خیلی اساس نداره. چیزی به نام صلح وجود نداره، اما تهدید هم در حد اقل. خانم انتخابی فرد، شما چشم انداز صلح رو چطور میبینید؟ من اینجور میبینم که در سال 1978 وقتی که توافق کمپ دیوید امضا شد و مصر موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخت و رابطش رو عادی کرد، کشورهای عرب برای 10 سال رابطه خودشون رو با مصر قطع کردن و حتی مقر اتحادیه عرب رو از قاهره به تونس انتقال دادن. اما بعد از اون 10 سال بعد اردن هم رابطهش رو با اسرائیل عادی کرد و الان داریم میبینیم که 20 سال بعد هم گذشت و دیدیم که نخست وزیر اسرائیل به عمان رفت و یا وزیر ورزش اسرائیل از ابوظبی بازدید کرد. الان دیگه علنا کشورهای عرب خیلی عادی در مورد داشتن رابطه عادی با اسرائیل صحبت میکنن، در حالی که 40 سال قبل اینطور نبوده و حداقل اگرم که رابطه ای داشتن در خفا بود، ولی الان ابایی ندارن که بگن میخوان رابطهشون رو عادی بکنن. چرا؟ چون که الان اینقدر درگیری و مشکل وجود داره و به حد جمهوری اسلامی هم دردسر درست کرده، حتی برای گروه‌های فلسطینی که الان دیگه همه ترجیح میدن که واقعا علنا راجع به این موضوع بخوان صحبت بکنن و تن به اون چیزی بدن که اگر 40 سال قبل، اگر 20 سال قبل طرح ملک عبدالله میگفت که اسرائیل باید عروضی اشغالی رو پس بده و در قبال اون اعراب موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، امروز اسرائیل هیچ خاکی از سرزمین‌های فلسطین رو پس نمیده و در نهایت همون منطقه غزه هست که به عنوان فلسطین به رسمیت شناخته میشه. اینا رو ما باید همه رو بگیم که به نظر من موازه رادیکال، تون و افراطی جمهوری اسلامی بوده که باعث شد که اعراب هم خواست خودشون رو تنزل بدن. اما در مورد مسئله هسته‌ای هم که خانم پزشک اشاره کردن، من نگفتم که جمهوری اسلامی در پی ساختن سلاح هسته‌ای بود. من گفتم که اگر چنانچه هر کشوری توانایی ساخت سلاح هسته‌ای رو در آینده بخواد پیدا بکنه، اسرائیل اون کشور رو برای خودش یک خطر بالقوه می‌بینه. البته که همه می‌دونن اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای هست، اما نمی‌خوان که کشور دیگه به غیر از اسرائیل برای موجودیت خودش بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه. و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی باید تا 6 سال دیگه خودش رو آماده بکنه که با شرایط فعلی و با سیاست‌های تندرو در منطقه روبرو باشه از طرف ترامپ و از طرف نتانیاهو، چون برنده شدن آقای نتانیاهو شانس پیروزی آقای ترامپ رو هم در انتخابات، حالا اگر مشکلی در ایالات متحده پیش نیاد، یا برای آقای نتانیاهو داره بالا میبره. و این ایران حراسی به درستی یا به غلط، اون هم باعث شده که گروه‌های افراطی در ایران قدرت بیشتری رو بگیرن و من بعید می‌دونم که بخوان روش خودشون رو در منطقه به آسانی تغییر بدن، مگر اینکه واقعا یک موضوع جدی براشون پیش بیاد و یا در داخل ایران مردم واقعا دیگه تن به اون چیزهایی ندن که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده. خانم پزشک، شما چشم‌انداز صلح رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید که در 4 سال آینده و دوران زمامداری آقای نتانیاهو شاهد صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل باشیم؟ صلح اگر به معنای یک توافقی هست که عملاً در جامعه جهانی پرونده فلسطین بسته بشه و به یک توافقی دست پیدا بکنن، احتمال میره. به این دلیل که فلسطینی‌ها در موضع ضعف هستن، اعراب حمایت چندانی نمی‌کنن و عملاً به دست فراموشی سپرده شده مسئله. ولی اگر صلح به معنای اون چیزی که خواسته اصلی مردم فلسطین بوده که اراضی اشغالی قسمت‌هایی رو بتونن پس بگیرن، بیت المقدس تقسیم بشه
بین دو کشور و بتونن پایتخت فلسطین رو بخشی از بیت المقدس قرار بدن، آوارگان و مهاجران برگردن به سرزمینشون. اگر که اینها مد نظر باشه، به نظر نمیاد، به نظر میاد که این صلح از دست رفته است، ولی ممکنه که با توجه خصوصا اگر که آقای ترامپ برای دور دوم انتخاب بشه و یا حتی در دو سال آینده، احتمال اینکه یک توافقی رو ایجاد بکنن و کشورهای عربی هم ازش حمایت بکنن هستش. آقای طاهری، تقریبا تمام آن چیزهایی که ما به عنوان دستاوردهای آقای نتانیاهو بهش اشاره کردیم، خروج آمریکا از برجام، جابجایی سفارت آمریکا به بیت المقدس، رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل در بلندی های جولان، تنها حامی اصلیش آمریکا بوده و جامعه جهانی به شدت باهاش مخالفت کرده. فکر میکنید این اتحادی که بین اسرائیل و آمریکا هست ولی جامعه جهانی خیلی موافق بسیاری از تصمیماش نیست، میتونه همینطوری به تازه برخلاف جامعه جهانی در 4 سال آینده؟ قبل این جامعه جهانی الان وجود نداره، برای اینکه خیلی کشورها به جز آمریکا از اسرائیل حمایت میکنن در حال حاضر. صحبت از فیلیپین کردیم، صحبت از مجارستان، صحبت از اسلوواکی که منظور سازمان ملل دیگه، برای سازمان ملل اعلام کرده که اراضی اشغالی اشغالیه. بله، ولی اینو سازمان ملل 60 سال اعلام میکنه، یعنی میدونی. و دو نوع قطعنامه سازمان ملل از قطعنامه های به اصطلاح قیمومیتی یا منداتوری و قطعنامه های اختیاری که سازمان ملل پیشنهاد میکنه که اسرائیلیا و اعراب بشینن با هم صحبت کنن، ولی خودش طرف نیست با اسرائیل یا با اعراب. میدونی بین این دوتا رو باید به اصطلاح تفاوت قائل شد. در حال حاضر فشار بین المللی روی اسرائیل نیست، یعنی اسرائیل در واقع هر کاری دلش بخواد میکنه در حال حاضر، و عذری هم که میاره اینه که ما از طرف ایران مورد تهدید هستیم، آقای خامنه ای میخواد ما رو از صحنه روزگار محو بکنه، همینجور که خانم انتقابی فرد گفتن. ولی فشار خاصی روش نیست، یه کوششایی برای تحریم خرید کالا و چیزهای کشاورزی از اسرائیل را افتاده بود به وسیله گروه های چپگرا، مثلا حزب کارگر در انگلیس یه مقداری شرکت داشتن، بعضی گروه های چپگرای ضد آمریکایی دیگه، ولی به جایی نرسیده. ولی به نظر من در حال حاضر ما یه تصویر بسیار خوشبینانه ای داریم از موقعیت آقای نتانیاهو و روابطش با آقای ترامپ. به نظر من این نظر خوشبینانه درست نیست. آقای نتانیاهو با مشکلات بسیار روبرو است. در داخل اسرائیل اختلاف طبقاتی وجود داره، 1 میلیون اسرائیلی در این انتخابات حق نداشتن شرکت کنن چون در خارج زندگی میکنن. ببینید اینا رو نباید فراموش بکنیم. بعد در روابط خود آمریکا و اسرائیل هم الان آقای ترامپ برای انتخابات آینده خودش، همونجور که خانم انتخابی فرد گفتن، احتیاج داره که این دیل آف دی سنچری یا معامله قرن رو ارائه بده. ولی این معامله قرن به هر حال معنیش این است که اسرائیل باید یه امتیازاتی بده برای یه چیز غیر ممکن. مثلا بین اسرائیل و مصر صلح وجود داره در تئوری، ولی نه رفت و آمدی هست، نه معامله ای هست، نه همدیگر دوست دارن. یعنی یه نوع آتش بس هست بین اسرائیل و اردن، همین وضع وجود داره. بنابراین اسرائیل یه چیزای قابل لمس رو باید بده در طرح آقای ترامپ، یعنی زمین باید بده، نمیدونم اجازه تشکیل دولت فلسطینی رو بده، در مقابل اعراب بهش یه لغت صلح میدن. درسته. که در عمل جزئیات طرح گفته میشه که تا چند هفته دیگه احتمالاً تا نیمه ماه ژوئن در میاد. در اونجا خواهید دید که اون وقت آقای ترامپ و آقای نتانیاهو روی یک آنتن نخواهند بود. بله، جزئیاتش منتشر، مطمئنم که مفصل راجبش با هم گفتگو خواهیم کرد در برنامه‌های آتی صفحه 2. ممنون از همگی شما و ممنون که شما با این صفحه 2 همراه بودید. این برنامه برای 1 هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما هست @bbcpage2. اگر علاقمندید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست برنامه بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم هست، facebook.com/page2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.
هستم.